در ایام پایانی سال که به عید نوروز نزدیک میشویم گرانی های افسار گسیخته سفره مردم را به حدی کوچک کرده که تامین غذای کافی برای میلیون ایرانی تقریبا غیر ممکن شده است چه رسد به خریدهای شب عید بر اساس آمارهای رسمی و البته قطر شکانی وزارت بهداشت رژیم 16 درصد کودکان زیر 6 سال در ایران دچار سوء تغذیه و 800 هزار کودک در سنین رشد با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و البته کمبود ریز مغذی مواجهند سایت حکومتی اعتماد آنلاین در این باره نوشت در پنج سال گذشته قیمت غذا بیش از هفت و نیم برابر شده که به مفهوم 50 درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذاست. است در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم البته واقعیت بسیار بیشتر از این حرف هاست. فقط یک قلم از شهریور 1400 تا شهریور 1401 اقلام و اجناس ضروری بیش از دو برابر گران شده است یعنی تورمی بالای 100 درصد در این مدت شش ماهی هم که از شهریور می‌گذرد اجناس بسیار گران شدند طوری که تورم نقطه به نقطه هر ماه هم بیش از 50 درصد بوده همین چند مدت پیش بود که سازمان برنامه بودجه رژیم کسری 200 هزار میلیارد تومانی را تایید کرد و رسانه های رژیم نوشتند که در این حال نتایج جدید جراحی اقتصادی دولت رئیسی تورمی است که به 51 و, و سدهم درصد رسید. این در حالی است که رئیس جلاد وعده های بسیاری در خصوص کنترل گرانی و تورم میداد. اولین مسئله مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. تورم تورم اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش پنج برابر قیمت خود رو هشت برابر مسکن هفت برابر این وضعیت چطور مردم تحمل کنن ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به اینکه تورم به نیم و بعدا هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه خب قابل انجامه خب بله باید یک اقراح کارهایی داره اقداماتی انجام بشه یکی مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی است اما گرانی ها سر به آسمان زد و هر روز هم بالا می رود. فقط در یک سال گذشته ارز دو برابر گران شده و همچنان هر روز گران تر می شود به طوری که در عرض فقط چند روز پول رایج کشور ده درصد از ارزش خودش را از دست داد از آنجا که تمامی اجناس و خدمات از گرانی دلار تأثیر می پذیرند گرانی دلار که این روزها هر لحظه بالا می رود همه چیز را گران می کند اما رژیم یک بازی را انداخت تا مثلا جلوی گرانی دلار را بگیرد در تالار حوال قیمت 36130 تومان کشف نرخ صورت گرفت و با یه حاشیه هم نرخ اسکناس کشف قیمت شد به نرخ 41549 تومن اما این قیمت جز بر روی کاغذ و تبلیغات باقی نماند و دلار تا آخر وقت روز ششم اسفند به 57500 تومان رسید و قیمت گذاری های رژیم 16 هزار تومان اختلاف پیدا کرد. البته همه این بازی ها و گران کردن ها کار خود رژیم است چون منبع اصلی دلار در دست خود رژیم است. دوستان دقت بفرمایید 90 درصد ارز کشور دست دولته. این رو همه میدونن. نفت پتروشیمی همه اینها چند درصد در دست مردم آقای دکتر؟ اما علم در پدرزن رئیسی عامل گرانی دلار را جنگ اقتصادی دانست البته توضیح نداد این جنگ اقتصادی کشور خاصی با ایران است یا همان جنگ اقتصادی است که رژیم چهار دهه است علیه مردم ایران به راه انداخته و نان سفرهشان را به یغما میبرد این مسئله ارز و با این آوردن ارزش پول ملی که به عنوان یک بلا دامنگیر معیشت شما شده است از نوع همان موشک ها و بمباران هایی هست که اون روز دشمن انجام میداد امروز به این شکل درست میکنه در این بحران عظیم اقتصادی برخی آخوندهای عقب مانده از معامله بدون دخالت دلار صحبت می کنند اما تو دولت مردمی آیت الله رئیسی برنامه ریزی ها تو ارتباطاتی که با روسیه چین کشورهای همجوار داره تو برن برنامه تهاتر یعنی به جای دلار خب جنس میدیم جنس میگیریم جنس میدیم جنس میگیریم نمیذاریم دلار بیار وسط و خیلی از معاملات و مسائل اقتصادی که با روسیه و چین و کشورهای منطقه داریم معاملات تهاتری در جهان وجود دارد اما نه برای اقتصادهایی که تحریم آنها را فرسوده و نابود کرده است و فقط اینجا باید گفت کشوری که خودش درگیر جنگ و هزار مسئله است چطور میتواند از رژیم مسئله اقتصادی حل کند وانگهی با کدام تکنولوژی قابل قبول در جهان در این ابر هایی که خامنه ای در آن گیر افتاده نمی تواند و نمی خواهد کاری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام بدهد و هر روز وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد و همین موضوع عاملی است که زمینه را برای خیزش ها و انفجارهای اجتماعی بیشتر فراهم می کند.